برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. حرم مطهره امیرالمؤمنین از آمادگی خود برای میزبانی از میلیون‌ها زائر برای تجدید بیعت با حضرت علی علیه السلام به مناسبت بزرگداشت بزرگترین ضیافت الهی عید قدیر خم خبر داد. در وبسایت حرم مطهره امیرالمؤمنین آمده نجف اشرف و حرم مطهره امیرالمؤمنین پذیرای انبوه زائران و محبان اهل بیت است که از داخل و خارج عراق برای گرامی داشت این مناسبت بزرگ الهی خواهند آمد. این آستان مقدس خاطر نشان کرد به مناسبت گرامی داشت این عید فرخنده برنامه‌های متنوع مذهبی، فرهنگی و اجتماعی توسط حرم مطهر برگزار می‌شود. در ادامه بیانیه حرم مطهر آمده که هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی، ادارات امنیتی و خدماتی و موکب‌ها برای سازماندهی مشترک انجام شده است. شایان ذکر است که پس از تصویب عید قدیر توسط دولت عراق به عنوان تعطیل رسمی در این کشور، جشن‌ها به این مناسبت بزرگ امسال در سطح گسترده‌تری برگزار خواهد شد. هیئت نمایندگی بعثه آیت الله العظمى سید صادق حسینی شیرازی در مدینه منوره در نخستین روزهای فعالیت خود در این شهر در بعثه آیت الله العظمى سید علی حسینی سیستانی حضور یافت. طی این اقدام حجت الاسلام و المسلمین سید جواد شهرستانی نماینده آیت الله العظمى سیستانی از هیئت نمایندگی دفتر مرجعیت استقبال کرد. طی ملاقات صورت گرفته بین دو طرف در رابطه آینده کشور عراق، جایگاه و اهمیت حوزه‌های علمیه و عتبات مقدس در عراق و اصلاح ذات البین گفتگو شد. سازمان جهانی بهداشت برای رسیدگی به آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر در افغانستان درخواست کمک فوری کرده است. این سازمان روز یک شنبه 13 خرداد با انتشار گزارشی نوشته که وضعیت ولایت‌های آسیب دیده از سیلاب بحرانی است. طبق گزارش‌ها در پی جاری شدن سیلاب در استان‌های بغلان، بدخشان و تخار بیش از 60,000 نفر تحت تأثیر قرار گرفتند و 7,800 خانه تخریب شده است. سازمان جهانی بهداشت اضافه کرده است که جاری شدن سیل در 17 و 18 ماه اردیبهشت سال جاری 10 شهرستان در استان غور و 8 شهرستان در فاریاب را تحت تأثیر قرار داده است. یک نشریه علمی باستانشناسی مقاله‌ای را منتشر کرده که بر اساس آن قدمت سکونت انسان در فلات ایران تا 450,000 سال پیش ارزیابی شده است. این مقاله بر اساس تازه‌ترین تحقیقات درباره یک غار در فلات مرکزی ایران است. هزاران ابزار سنگی تراشیده شده، استخوان اسب و دندان شیری انسان چیزهایی است که در این غار کشف شده است. بر اساس تحقیقات باستانشناسان، این آثار از زندگی انسان قدمتی بین 165,000 تا 452,000 سال دارند. بر اساس این تحقیقات که نتیجه آن به تازگی در نشریه علمی و تخصصی باستانشناسی پارینه سنگی منتشر شده، عکس منتشر شده با این خبر مربوط به قدیمی ترین غاری می باشد که تاکنون در قلمرو وسیع منطقه خاورمیانه کشف شده است.